کلام خدا میگه که خانه من رو نذارید فقیر بشه و نذارید بدون امکانات باشه. با درک درست نسبت به آن بیا فکر و ذهن خودت رو توی جایگاه قرار بده، با خودت رو راست باشه، از خودت سوال کن همین امروز چقدر کلام خوندی. نمیخوام داوری بشی هرگز. تو این هفته چقدر کلام خوندی؟ جوابشو بده به خودت. بیا از الان دوباره در حضور خدا یک عهد رو تازه کن. از خداوندت بخوا که خداوندا این عشق و اشتیاق رو در دلت زیاد کنی نسبت به کلامش، به توسط روح القدس، تا با کلام او بتونی در راستی زندگی کنی و فیلتر زندگی تو بشه تا خوشنودی خدا رو ببینی. و مطمئن باش که رفع سختی‌ها و مشکلات تو خواهد شد، چرا که به جای ناامیدی امید میاد، به جای ترس و نگرانی آرامش میاد، و به جای اینکه خیالات باطل داشته باشی حکمت خدا میاد و به تو اعلام میکنه که تو رو دوست داره و دستی هست توی زندگی و تو رو هرگز رها نمیکنه. و اگر مشکل و سختی هست، خداوند با قلبتو میخواد صحبت کنه که قبلا هم اعلام کرده در رومیان 8:28 که مشکل و سختی تو به خیریت تبدیل میشه. همه رو واگذار کن به خدا، ذهن و فکرت رو بشه از تمام مشکلات و سختی رها، دستان روحانی تو بالا ببر و بسپار به دستان خدا. سیر صلیب مسیح قرار بده مشکلات و سختی‌ها و بذار قوت روح القدس رو در دست بگیره و به روح قدوس خدا وعده بده، قول بده که هر روزه میخوای کلام رو بخونی و با کلام خدا زندگی کنی و در این مسیر بر باعث جلال نام خدای زنده خودت بشی. مبادا در سرزمین مسیحیت شیک گرفتار شده باشی و غافل از وعده پربرکت خدا باشی. خدا ما را آزاد کرده تا در این آزادی زندگی کنیم. قوتش را از او بخواهم و همین ما را در نام مسیح بدانم. آمین.